رابطه نفت و دستمزدها. آیا می دانید در این سالها هرگاه صادرات نفت آخوندها اوج می گرفت، دستمزد کارگران و دیگر دستمزد بگیران کاهش می یافت؟ به دو نمودار زیر نگاه کنید. یکی نمودار صادرات نفت خام رژیم در سالهای برجام است، دیگری نمودار حداقل دستمزد حقوق بگیران در همان سال هاست. ظاهر منطقی قضایا اینطور حکم می کند که با افزایش صادرات نفت و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت دستمزد بگیران نیز بهبود نسبی پیدا کند. اما نمودارها و آمارهای رسمی عکس این را می گویند. این نمودار نشان دهنده میزان صدور نفت خام رژیم است. قسمت راست آن نشان دهنده افزایش صدور نفت خام پس از امضای برجام است. صادرات نفت خامنه‌ای در آن روزهای طلایی نزدیک 4 میلیون بشکه در روز بود. روزهایی که به طور منطقی باید وضعیت مالی کشور و دستمزدهای مالیات دهندگان ایرانی هم رو به بهبود برود. اما با نگاهی به نمودار بعدی متوجه می شوید که نه تنها اینطور نشد، بلکه وضع بدتر هم شد. این نمودار دوم است، نموداری که نشان دهنده میزان سقوط دستمزدها در ایران در همان بازه زمانی صعود صادرات نفت است. نیمه راست نمودار نشان دهنده سقوط وحشتناک دستمزدها در سالهای فراوانی صدور نفت است. خوب است به یاد آوریم که اوجگیری تظاهرات کارگران و دیگر اخشار نیز در همان سالهای 95 و 96 بود که تا کنون ادامه دارد. با آغاز اوجگیری درآمدهای نفتی 96، دستمزدها در مسیری معکوس سقوط کردند. و باز هم ضروری است به یاد بیاوریم این سالها همان سالهایی است که خامنه‌ای و روحانی میلیاردها دلار دریافتی از آمریکا را برای جنگ در سوریه و یمن و عراق و مزدوران لبنانیشان هزینه کردند.